السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خواهر ما در باره خوری و خصوص شوهرشان سوال کردن که آیا زندگی با کسی که شراب میخوره و خصوصا که او شوهرشان باشه آیا زندگی با او جایز است خدمت کردن از او جایز است با او بودن جایز است یعنی اصل بر این است که شرابخوری یا شراب خوردن مثل تارک نماز نیست کسی که تارک عمدی نماز است او کافر میشه اما کسی که شراب علال گفته بخوره او هم کافر میشه اما با شرطی که او را علال ندانه کافر نمیشه ولی مرتکب گناه خیلی بزرگ و کبیره میشه و او مستحق اجرای حد شرعی است یعنی بالا از او باید حد شرعی باید جاری شوه رسول مبارک صلی الله علیه و سلم فرمودن که شراب اساس تمام پلیدی ها هست یعنی مادر تمام خبایس است ام الخبایس است پس هر کسی که او را بنوشه تا چل روز نماز از او قبول نمیشه و اگر در حال که شراب در خونش باشه در شکمش باشه با اون شکل که در شکمش شراب مانده و بمره او به مرگ جاهلیت مرده و هی حدیث صحیح است که در ابن ماجه آمده و شما من حیث همسر شوهرتان من من حیث شریک زندگی او بسیار زیاد کوشش بکنین تا او را ازیرا منع بکنین و هیچ نقش در شرابخواری از او شما باید نداشته باشین بخاطر که شما هم شریک جرم او حساب میشین و شما باید بسیار زیاد کوشش بکنین تا به اندازه بر ازو مستقیم و غیر مستقیم نصیحت بکنین به خاطر که حضرت مبارک رسول کریم صلی الله علیه و سلام می که شراب از ده جهت لعنت شده یکی خود شراب شراب لعنتی است یعنی خود شراب محروم است از رحمت الله سبحانه و تعالی تمام چیزهایی که در دنیا ما می بینیم نعماتی که الله سبحانه و تعالی به انسان داده در اونا برکت های نفته شده اما خود شراب که است لعنت شده بالایش یکی خود شراب کسی که شراب درست میکنه اون شراب ساز فابریکا هایی که درست میکنه کسایی که در خانه ای درست میکنه اونا لعنت شده و کسی که به درخواست از او شراب گرفته میشه یعنی درخواست میته یعنی آردر از طریق تلفون یا غیر تلفون یا با زبان یا به شکلی که به ما یک دو بوتل شراب بیاره فلان بیار یا با کسی میگه که برای ما یک فلانی شراب جلو کو تیار کو او هم لعنت شده و کسی که شراب هم میفروشه فروشنده شراب او لعنت شده و پولی که از را به دست میاره پول لعنت شده هست و پول حرام است و کسی که میخره خود خریدار شراب ای لعنت شده و مورد لعنت الله سبحانه و تعالی قرار گرفته و کسی که ایرا حمل میکنه در ممالک خارج بعضی کمپنی های هست که برادرای افغان ما زیادتر در اونها کار میکنن پیزا دلیوری میکنن یکی از کمپانی های بزرگ به نام اوبر ایتس و اکثریت افغان ها به این کار مشغول هستند اونا متسکل دارن و،, و, چی میکنن که از رستوران ها مردم ها نان ها و غذا ها و طعام های را آردر میکنن و اینا در متسکل خود عمل میکنن و نظر به این حدیث مبارک حمل کننده شراب کسی که شراب را حمل میکنه بالای از اون لعنت الله سبحانه و تعالی قرار گرفته در پول و در زندگی از برکت نیست و کسی که شراب بر از حمل میشه یعنی نفر میگه که فلان شراب برام بیار او هم مورد لعنت قرار گرفته و خورنده پول شراب یعنی کسی که پول شراب میخوره و در خانم خود می در حلق اولاد خود می همسر خود پدر و مادر خود این پول خورنده پول از شراب مولد لعنت قرار گرفته یعنی از مرحمت الله سبحانه و تعالی محروم است و کسی که طبعا خودش شراب می نوشه هم مولد لعنت قرار گرفته و ساخی شراب کسی که با کسی دیگر شراب را می اندازد در پیاله و جام از اون اندازه یعنی ساقی از او است او هم مورد لعنت قرار گرفته و این حدیث مبارک حدیث صحیح است ای هم در ابن ماجه آمده که شراب از ده جهت لعنت شده پس او کسایی که در لعنت شریک هستند خیلی متوجه باشند که خیلی خطرناک است اکثرت برادران را ما در مسجد می بینم می با من نماز می و, و اونا در در یکی از مساجد در مرکز ما با اونا آشنا شدم دیدم که کلاهای موتورسیکل در سرشان بود پرسان کردم گفتم برادر شما موتورسیکل می دانین گفت بالا ما در اوبر کار میکنیم این کمپانی اوبر ایتس و تمامش مواردی که هست حرام است و ما همی حدیث برشان گفتم و اونا هی حدیث نشنیده بودن بسیار زیاد خفه و جگر خون شدن گفتن که ما بسیار زیاد کار میکنیم پول خوب هم پیدا میکنیم اما در آخر ما برای ما هیچ پول نمیمونه بله لوای که پول برکت نداره در خانه و در کاشانه بسیار زیاد مشکلات دیگر هم پیدا میشه پس این لعنت شراب است که از ده جهت لعنت شده و بر ساقی از او بر فروشنده از او خریدار از او حمل کننده از او بر کسی که حمل میشه خورنده پول از او ساقی از او و خود شراب خار و خود شراب و کسی که او را درست میکنه و کسی که به درخواست از درست میشه فروشنده و خریده را تمام اینا مورد لعنت الله سبحانه و تعالی قرار گرفتن دیگه باید ما و شما خواهر این زیاد بکنیم شما باید سعی بکنیم که ام امی تمام احکام شرعی شرابخوری را یا مستقیم یا غیر مستقیم یا از طریق خود یا از طریق یک بزرگ و از طریق کسی که نزدیک به است بر از او اعلام بکنین برش بگفامانین و او باید بفهمه و او باید نصیحت شوه و اگر لازم باشه از دیگرها بسیار مشوره بگیرین کسایی که بالای شهرتان نفوذ دارن اگر دوستش هست اگر برادر هست هر کسی که نزدیک است از اونا کمک بگیرین تا او را از ای حالت باز بداره و شما برش بسیار زیاد دعا بکنین در سجودتان در نمازهایتان و در تحجدتان در نوافلتان بسیار زیاد دعا بکنین و هیچ وقت امیدتان را قطع نکنین از الله سبحانه و تعالی یعنی یعنی امیدوار باشین و خسته نشین از دعا کردن و از که شما اصلاح بکنین خسته نشین اکثریت صحابه در زمان حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلام اونا به عمل آغشته بودن و حتی الله سبحانه و تعالی در شروع وقتی که شراب را منع کرد دفتن منع نشد آیت های آمد مثلا ولا تقرب و و انتم سکاره، یعنی وقتی که شما شراب می نوشین باید به نزدیک به نماز نشوین و خصوصا وقتی که شما در حالت سکران هستین یا مست هستین آیستا آیست به این شکل شراب در سه حالت مضموم شد و من شد و شما هم کوشش کنین که به خاطر اصلاح شوالتان و به خاطر اجر و ثوابی که الله سبحانه و تعالی بر شما میته شما بسیار زیاد دهی را همراهش کمک کنین تا او اصلاح شوه و توبه بکنه و توبه هی نصور بکنه و شراب از او دور بکنین چرا که یک چیز بسیار نفرین شده هست و اگر ای اصلاح نشد ماده اصلاح در او نبود و ادایت نشد و تمام, تمام کار و زندگی و روزگارتان شما توجهتان به طرف از او کردین و از دیگرها کمک خواستین و از راه مختلف کوشش کردین بالاش فشار برین اگه باز هم نشد در آخرین وحله در آخرین وحله شما میتونید از او جدا شوین و از او تقاضای خلا طلاق بکنین و او را از طریق خلا از او خدا رها بکنین بخاطر که زندگی کردن با کسایی که شراب میخورد با مردهای شراب خورد ممکن است که یک تاثیر خیلی خطرناک و منفی به دین و اخلاق خود شما و به فرزندهای شما به دخترها و بچه های شما بگذاره و ای اخلاق سو ممکن است که به طفل ها سرایت بکنه و ممکن است که اونا هم در آینده مانند پدر شوند و در جامعه ای خیلی خطرناک است خصوصا در خانواده اگر کسی به این حالت باشه اما اگر شما چاره جز زندگی با او نداشتین یعنی دیگه چاره ندارین که ایراد نداره که همراه جز زندگی بکنین یعنی اگر شما میبینین که خلا و طلاق از او شما را به حالت مندازه که ناچار میشین چون در, در جامعه ما یک چیز زشت و بدی که ما داریم هی است که زنان مطلقه یا زنان طلاق شده را بدیده بسیار بدی می نگرند بسیار این کار نکوهیده هست این هم خیلی بدی هست که در جامعه ما زنان مطلقه یا طلاق شده یا طلاق گرفته را مردم بدیده خوبی نمی نگرند و اگر شما دیدین که جز زندگی کردن با او دیگر چاره ندارین باز هم ایراده نداره که از او بمونین و با این مرد ماندن ممنوع و حرام نیست اما به شرط که در فراهم کردن گناه شراب بر از او هیچ نقش نداشته باشین و تا اخیر در مقابله از استاده شوین به خاطر که هیچ کس مسئولیت بار گنای گناه را از کسی دیگر نمیگیره و شما بسیار زیاد سعی بکنین تا اصلاح بیاورین یعنی در اولین وحله شما کوشش بینهایت نهایت خدا بکنین تا شوهرتان برای راست بیایه از دیگران کمک بگیرین از دوستانشان از اشخاص پرنفوزی که بالای شوهر شما نفوذ داره از اونا شما کمک بگیرین و بالاخره اگر نشد شما حق دارین که از او جدا شوین و طلاق بگیرین اما یک شرطی هست که اگر با جدا شدن شما شما فکر میکنین که شما در یک آلت خیلی بغرنجی قرار میگیرین باز ایراد نداره که با ای بمانین امید است که ای باری که موضوع را در اخیر که براتون ما بیان کردم درک کرده باشین و ما دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی ای برادر مسلمان ما را هدایت بته تا شراب را ترک بکنه به خاطر که بدترین چیز همین شراب است و حتی شراب در اسلام حد داره حد شرعی داره و متاسفانه که ما جامعه اسلامی نداریم که اوکام اوجا باشه که او را حد بزنه و اگر این حد ها می بود امروز جامعه به این ققرا و این بغرنج ها دوچار نمی شد الله سبحانه و تعالی هدایت من کنه و الله سبحانه و تعالی اینا را هدایت کنه و شما را سرخ رو و سرفراز داشته باشه که شما دی این باره اقدر متوجه هستین معلوم میشه که خواهر میربان و مسلمان هستین و خواهر مؤمنه هستین نصیحت های ما را شما به گوش داشته باشین و طبق آن شما رفتار بکنین ان شاء الله ان شاء الله تعالی الله سبحانه و تعالی دروازه را بر روی شما باز میکنه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین